خدمت دوستان برنامه جدیدی از مجموعه روایت یک کتاب که شهر کتاب الف و مؤسسه انسانشناسی و فرهنگ برگزار میکنند رو در خدمتتون هستم. کتابی که امروز معرفی خواهم کرد کتابی جدید از خودم هستش با عنوان رسانه و فرهنگ که انتشارات همشهری همین چند هفته منتشر کردن با به اصطلاح مشخصات 282 صفحه در قطع رقی و این در زمستان 1400. این کتاب در مجموع کتاب‌هایی قرار می‌گیره که من در یکی دو سال اخیر در حال انتشارش هستم و اون مجموع مقاله ها و یادداشت ها و سایر مباحثی است که مطرح کردم در حوزه های مختلفی که البته این حوزه ها هرچند که به نظر ممکنه برسه که خیلی از هم فاصله دارن، کسانی که به هر حال با علوم اجتماعی آشنایی داشته باشن و با این روی کردی که من دارم که خب بسیار شبیه هستش با همون روی کردی که یک روی کرد دورکیمی هستش که به دوران جدید رسیده و ما امروز در ابتدای سالهای 2000 به خوبی توی مثلا بوردیو می دیدیمش، مثلا در کتاب مسائل اجتماعی بوردیو یا در به اصطلاح نزد ادگار مورن که خب مهمترین جامعه شناس زنده فرانسه هستش الان 100 سالش هست که به تمام حوزه‌های مختلف زندگی سر میکشن، ولی این سرکشیدن از دیدگاه یک جامعه شناسه با دلیل اینکه جامعه شناس اصلا کارش این است که به مسائل مختلف بپردازه، ولی پرداختن او از دیدگاه علوم اجتماعی است نه از دیدگاه درونی اون رشته. بنابراین در اینجا هم خب چون ما می‌خواستیم چند کار با انتشارات همشهری منتشر بکنیم و خب همشهری هم متمرکز هست روی مسئله روزنامه، روی مسئله مطبوعات، روی مسئله رسانه ها و غیره، از من خواستند که چند تا از این مجموعه ها رو که به مسائل مربوط به کتاب، مربوط به رسانه، مربوط به مباحث جدیدی که در این مسائل وجود داره رو با اونها منتشر کنم که اینا در مجموع 5 کتاب هست که دو تاش منتشر شده و امیدوارم اون 3 تای دیگه هم منتشر بشه. کتابی که بنابراین در اینجا ازش صحبت کردم، رسانه و فرهنگ انتشارات همشهری، در حدود 27 تا مقاله هستش و یک مقاله هم از مقاله سخنرانی بود که ژیل دلوز کرده بود تحت عنوان ارتباطات و خلاقیت هنری و بعد به صورت مقاله مون رو در آورده. من ترجمه رو از سخنرانیش انجام دادم و اون هم به مسئله ارتباطات، مطبوعات، خبر و ربطی که این داره به مفهوم خلاقیت پرداخته. کل کتاب به این مسئله برمیگرده که ما باید نگاهمون رو نسبت به رسانه به طور عام و کتاب به طور خاص تغییر بدیم. هم نگاهمون رو نسبت به خود این مفهوم یعنی کتاب به اون شکل کلاسیک که میشناختیم از زمانی که دستگاه چاپ اختراع شد، گوتنبرگ در قرن 15 400 سال 500 سال گذشته و تا این شکلی که کتاب داره، محتوایی که کتاب داره، فرم تقسیم بندی که کتاب داره که تا امروز ادامه پیدا کرده، هم این نگاه رو باید تغییر بدیم و هم شیوه های خوانش و رابطه فضایی زمانی که با کتاب داریم رو باید تغییر بدیم. البته این که باید تغییر بدیم، باید بگم که این مسئله تغییر پیدا کرده، اینطور نیست که ما بگیم
تازه از الان باید شروع کنیم به تغییر دادن. من چند مثال میزنم تا مسئله روشن شه و در این کتاب با مقالات متعددی این مسئله رو باز کردم. ببینید مثلا شبکه‌های اجتماعی فرم جدیدی از نوشتار رو به وجود آوردن که دیگه کتاب نیست، مطبوعات هم نیست. یعنی نه یک رسانه مطبوعاتی رو شما سر کار دارید، نه یک رسانه کتاب رو سر کار دارید. مسلمه که در اینها پر از به اصطلاح نوشته‌های مبتذل، سایت‌های مبتذل و غیره و غیره وجود داره. ولی آیا مگر کتاب‌های مبتذل ما نداریم؟ آیا مگر مطبوعات مبتذل و زرد نداریم؟ مثلا ما به این شکل نباید نگاه کنیم. باید نگاه کنیم به این مسئله که یک ابزار جدیدی که الان ما رو در ارتباط قرار داده، من میتونم از راه دور درباره یک کتاب با شما صحبت بکنم و خود این به اصطلاح بسیار یک معجزه علمی هستش که باید از اون استفاده بکنیم. خوانش کتاب و اصولا رسانه تغییر کرده. شما اگر نگاه کنید به شبکه ها و به هر حال امروز همه چه بخوان و چه نخوان باید این کار رو بکنن، حتی اگر به کتاب کاغذی هم علاقه داشته باشن، باید بدونن کتاب کاغذی هرچه بیشتر داره گرون میشه، هرچه بیشتر نمیخوام میگم حاشیه‌ای میشه، اما تبدیل میشه به یک کالایی که لوکستر میشه و دموکراتیزه کردنش واقعا در شرایط که ما چشم اندازی که داریم امکان پذیر نیست، جز در موارد خاصی، کتاب‌های هنری شاید، بعضی موارد دیگه که بشه تیراژ رو بسیار بسیار بالا بود. ولی روند به طرف الکترونیکی شدن کتابه، روند به طرف صوتی شدن کتابه و از این گذشته روند به طرف تک تک شدن کتابه. در حقیقت الان حتی اگر خود ناشرای بزرگ و معتبر ایران رو نگاه کنید، می‌بینید اینها دائما از کتاب‌های مختلفشون دارن ویدیو درست میکنن، ویدیوهای کوتاه یا مجموعه عکسی درست میکنن، یک تکه از کتاب رو با یک سری عکس ازش یک به اصطلاح مجموعه درست میکنن و میگذارن، یا یک تکه از کتاب رو با یک عکس میارن، با یک کپشن میارن و یک توضیح، به صورت‌های مختلفی به کتاب ارجاع میشه، با برنامه‌های مختلف ویدئویی و غیره، و خوانش کتاب ها هم متفاوت شده. اون خوانش به نظر من رمانتیزه‌ای که ما در ذهنمون داریم، رمانتیکی که در ذهنمون داریم، نمیخوام بگم برای همیشه از بین رفته و برای همه از بین رفته، بسیاری اون رو میخوان حفظ کنن و حقشون هم هست و به نظر من حق هر کسیه که هر جوری میخواد با اون چیزی که بهش علاقه داره وارد تماس بشه، به شرط اینکه این حق رو تبدیل نکنه به یک نوع انحصار و رد اشکال دیگه ارتباطی که در حال به وجود آمدنه. هیچ وسیله ارتباطی دیگه رو نابود نمیکنه. رادیو نیامد مطبوعات رو نابود کنه، تلویزیون نیامد رادیو رو نابود کنه، شبکه‌های به اصطلاح خانگی یا شبکه‌های جدید به اصطلاح اینترنتی نیامدن تلویزیون رو نابود کنن. حتی به نوعی من میگم که اینها همدیگر رو تقویت کردن. ما اگر امروز اینقدر روی شبکه نمی نوشتیم، سواد نوشتاریمون به اندازه نبود که الان هست و به نوعی به کمک نوشتار اومدن این شبکه ها. خب در این کتاب در مقالات متعددی من این رو باز کردم، همون مسئله کتاب رو و اینکه چطور کتاب داره تغییر میکنه، چطور رابطه ما با کتاب داره تغییر میکنه، با کتاب و کتابخوانی داره تغییر میکنه و به خصوص با این حجم بزرگ کتابی که منتشر میشه و حتی اگر کسی بخواد نمیتونه، ما اینجا با یک پارادوکس سر و کار داریم، حتی یک کسی نمیتونه در حوزه بسیار تخصصی خودش همه کتاب ها رو بخونه. یک واقعیته، چون داستان یک کتاب، دو کتاب، سه کتاب نیست، داستان هزاران هزار کتاب حتی در یک حوزه تخصصی. ولی ما با شرایطی سر و کار داریم که هر کسی صرفا در حوزه خودش نباید کتاب بخونه، بلکه باید
در حوزه های دیگه، در علوم دیگه، در هنرها و غیره هم کتاب بخونه، اطلاعات به دست بیاره، تفسیرها رو بخونه و غیره و غیره. خب در اینجا ما با یک مشکل اساسی از لحاظ زمانی روبرو میشیم. این مشکل چطوری میتونه حل شه؟ یکی از راه های حلش همین در واقع تکه تکه شدن رابطه با کتاب هستش. این به معنی نیست که کتاب از بین بره. اگر ما کتاب رو به عنوان یک محصول دراز مدت به حساب بیاریم، اگر کتاب رو به عنوان یا رسانه ها رو به طور کلی به عنوان یک محصول مقطعی نبینیم، یعنی نریم به طرف اینکه محصولات زرد تولید کنیم فقط به خاطر اینکه جلب مشتری بکنیم، جلب بازار بکنیم. خب الان شما می‌بینید برنامه‌هایی هستش که در همین سیستم‌های اینترنتی بسیار کم دیده میشه، ولی برنامه‌هایی هست که میلیونی دیده میشه. اصلا معنای اون که اون برنامه‌های میلیونی پایدار خواهند بود نیست، چون تمام تلاش در اون شده که به شکل مقطعی آدم‌ها رو جذب بکنه. و تجربه ما مثلا از دهه 1950 60 70 این است که اون برنامه‌هایی که اون موقع میلیون‌ها نفر رو جذب می‌کرد، امروز وقتی شما فیلم‌هاش رو می‌بینید واقعا براتون خسته کننده است، یک دقیقه‌اش رو هم نمی‌تونید تحمل کنید. ولی برعکس برنامه‌های ادبی که مثلا سیاه‌سفید حتی با کیفیت نه چندان خوب صدا و تصویر که شما میبینید در اون زمان مثلا در دهه 60 پخش شده، هنوز هم جذابه و میشینید پاش و نگاه میکنید و در کتاب سعی شده. بنابراین این گذار از یک تیپ متعارف کتاب به آخرین رسانه هایی که ما در دست داریم مورد مطالعه قرار بگیره. این کتاب که مشخصات شما دو مرتبه میگم، کتاب رسانه و فرهنگ انتشارات همشهری قطع رقعی 212 صفحه زمستان 1400 که نوشته من هست و مجموعه مقالاتی هستش که اینها رو بازبینی کردم و در نظم جدیدی قرار دادم و مرتب شده، منظم شده، اشتباهاتش تا جایی که ممکن بوده گرفته شده. اینها، این کتاب به همین مسئله میپردازه، به این تحول میپردازه، به اینکه ما چطور با چه سرعتی انقلاب اطلاعاتی داره روابط ما رو با امر قابل خوانش و امر خوانده شده تغییر میده، روابط ما رو با اطلاعات تغییر میده، روابط ما رو با ارتباطات تغییر میده، ارتباطات انسانی ما رو تغییر میده و چطور شکل در حال تغییر. حتی اگر محتوا حفظ بشه، کتاب ها به شکل الکترونیک در میان و بعد چطور این رسانه های مختلف با هم دیگه وارد ارتباط میشن. ما وارد روابط کاملا جدیدی میشیم که تا 10 سال پیش هم به نظر من اصلا قابل تصور نبودن. این کتاب موضوعش اینه و به نظر من میتونه مورد استفاده همه کسانی که با مطبوعات و با ارتباطات و با مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی سرکار دارن مورد استفاده قرار بگیره. در این کتاب من فکر میکنم هم از تجربه مطبوعاتی خودم استفاده کردم که بیشتر از 25 سالی که به صورت منظم در مطبوعات مقاله می نویسم و هم از به اصطلاح تجربه دانشگاهی خودم. بسیار ممنونم از همه شما، تا برنامه بعدی.